از انسان هر کاری که بگید بر اومده، از رفتن به فضا تا ساخت سلاح‌های کشتار جمعی. اما انسان همیشه تمایل به جاودانگی داشته و بسیاری از افراد قدرتمند و پادشاهان زمان خیلی زیادی رو صرف پیدا کردن اجسام جوانی کردن. اما بعضی از افراد به این باورن که انسان یه روزی میتونه این کار رو انجام بده. به خاطر همین تا جایی که ما میدونیم بیشتر از 300 نفر توی جهان بدن خودشون رو در اختیار مؤسسات کرایونکس یا سرمازیستی گذاشتن. حالا این مؤسسات چیکار میکنن؟ از دهه 1960 میلادی به بعد حرف این بود که اگه بدن منجمد بشه با پیشرفت تکنولوژی میشه توی آینده اون رو دوباره زنده کرد. به خاطر همین شرکت‌های زیادی از اون زمان برای این کار به وجود اومدن. افراد از اون موقع میتونستن با پرداخت 28 تا 200 هزار دلار مغز یا جسد خودشون رو به این شرکت ها بدن تا بدنشون توی نیتروژن مایع قرار داده بشه. همونطور که گفتیم تا الان بیشتر از 300 تا آمریکایی این کار رو انجام دادن، اما بسیاری از دانشمندا با این کار موافق نبودند. اونها به این باورن که این فناوری سرمازیستی که الان داریم بافت‌های بدن رو از بین می‌بره. سرمازیستی هم همون معادله کرایونیکسه. جز این، بعد از مرگ مواد شیمیایی که بافت بدن انسان رو نگه می‌دارن توی دراز مدت سمی میشن و بافت بدن رو تخریب میکنن. مشکل بعدی هم اینه که نقاط انجماد اعضای بدن هم با هم فرق میکنه. مثلا دمای انجماد چشم با کلیه متفاوته. برای اینکه بدن رو توی حالت سرمازیستی قرار بدن باید اون رو به دمای منفی 196 درجه سانتیگراد برسونن که حتما بخشی از بافتای بدن از بین میرن و قابل ترمیم هم نیستن. الان 4 تا پایگاه سرمازیستی توی جهان وجود داره که 3 تای اون توی آمریکا و یکیش هم توی روسیه است. اما جالبی ماجرا اینجاست که از همه اون شرکت‌هایی که قبل از سال 1973 شروع به کار کرده بودن فقط یکیشون تا سال 2018 باقی مونده و جسد‌هایی که دست اون شرکت‌ها بودن همگی از محفظه‌ها خارج و دفن شدن. جز این، حتی بهترین شرکت‌ها هم تا ابد نمیتونن باقی بمونن. پس این پروژه از ابتدا شکست خورده بوده و اگه قوی‌ترین شرکت جهان هم وارد این عرصه بشه، شانس باقی موندن این جسدها 1 در 1000ه. حتما نظرتون رو در این باره کامنت کنید.